به نام خدا، سلام بر شما. خب این همین هوایی که از اول هفته داشتیم موجودش رو میدادیم، با توجه به رخته جبهه گرم فعلا ریزش ها به شکل بارونه و بعد از ساعتی بارش ها به شکل برف هم ظاهر میشن. این اتفاقی که الان ما در آذربایجان غربی، در آذربایجان شرقی و اردبیل باش مواجه هستیم، از سرعین، از ماکو، از خیلی جاها بارش برف گزارش شده. پیش بینی میکنیم که حتی مناطق جلگه‌ای سواحل دریای خزر هم بارش برف رو به خودشون ببینن. این شرایط رو به هر حال با شدت بیشتر ما طی ساعات آتی و طی فردا جمعه هم خواهیم داشت. برای تهران، برای البرز، برای قزوین، زنجان بارش برف و بارون گذاشت پیش بینی کردیم و شدت بارندگی ها هم قابل توجه خواهد بود. همینطور شمال شرق نشینان منتظر باشن، انشالله که اونجا خسارت به دور باشه. ولی آنچه که ما امروز داریم میبینیم، ریزش ها در خراسان شمالی و خراسان رضوی بسیار قابل توجه خواهد بود. احتمال خسارت هستش، این آگاهی مردم داشته باشن. احتمال بالا آمدن آب رودخونه هستش. اصلا اگه ضرورت تو کارتون هست، به هیچ عنوان تا یکی دو روز آتی سفر نکنید. احتمال وقوع پدیده بهمن هستش. همینطور یکی از حسای بارندگی در استانهای مرتبط با کوهای زاگرسه. هموطنان ما در همدان، در مرکزی، در استان چهارمحال بختیاری، در لرستان، در شمال استان فارس، شمال و شرق خوزستان، همینطور غرب استان اصفهان منتظر بارندگی های بسیار قابل توجهی باشند. به اضافه اینکه در بقیه مناطق ما بارش داریم، یعنی طی پنجشنبه، امروز جمعه و پیش از ظهر شنبه تقریبا این سامانه کل کشور رو جاروب خواهد کرد، به جز بخش های کوچکی از جنوب شرق و جنوب کشور. در بقیه مناطق ما حداقل از یک ایستگاه بارندگی خواهیم داشت. پدیده ای هم که مشترک در اکثر جا وزش باد خواهد بود، وزش بادی که در جنوب شرق باش مواجه هستیم تو هم با گرد خاک، چون تو مناطق احتمال وقوع بارندگی کمه، پس کیفیت هوا میاد پایین تو هم با گرد خاکی که ایجاد میشه. این وضعیت بوده که عرض کردم باعث میشه تا آبهای شمالی کشور مواج بشه، باید قدغن بشه رفت آمد قایق‌های سبک و نیمه سنگین، همینطور محدود بشه کشتی‌های بزرگ تجاری به بنادر، به خاطر اینکه ارتفاع موج بسیار قابل توجهه در جنوب کشور هم به همین ترتیب. یعنی آبهای خلیج فارس هم متلاطم، ارتفاع موج در مناطق فراساحل تا 3 متر هم میتونه برسه. خواهش میکنیم از مردم که تو این دو سه روزه از تردد در جاده‌های کوهستانی چشم‌پوشی کنن. احتمال کولاک برف خیلی زیاد هستش و این سرمایی که عرض کردم تا 20 درجه میتونه اتفاق بیفته و تا روز شنبه تداوم خواهد داشت. حتما ما رو دنبال بفرمایید. فعلا خدا نگهدار.